گروهی از ایرانیان مقابل پارلمان سوئد در شهر استکهلم جمع شدند تا نسبت به نپذیرفتن تقاضای ویزای خانواده‌هایشان اعتراض کنند. همراه میشیم با همکارم مهران عباسیان برای شنیدن جزئیات بیشتر درباره این خبر. مهران، برامون بیشتر توضیح میدی؟ خب سیما، در کشور سوئد بیش از 105,000 ایرانی ساکن هستند در شهرهای مختلف. حدود 3 ساله، یعنی از دادگاه حمید نوری که آغاز شد، تنش میان جمهوری اسلامی ایران و کشور سوئد بالا گرفت. الان در حال حاضر به علت قرآن سوزی در هر دو کشور نه سفیر جمهوری اسلامی ایران ساکن استکهلم هست، نه سفیر سوئد ساکن تهران. حدود 1 ماه هیچ کدوم از این دو کشور سفیرهاشون در کشور مقابل نیست. خب سالهای تو این 3 سال صدور ویزا برای ایرانی هایی که میخواستن بستگانشون رو ببینن خیلی به صورت کندی انجام میشد، اما امسال به نقطه اوج خودش رسیده. باید بگم خیلی ها قبلا میتونستن افراد درجه یکی خانواده رو مانند پدر، مادر، خواهر و برادر به سوئد دعوت کنن و اینجا همدیگر رو ببینن. خب ایرانی های دو تابعیتی خیلی هاشون هم میتونستن به ایران سفر کنن و اونجا دیدار تازه کنن، اما 1 سال گذشته وزارت امور خارجه سوئد اعلام کرد که به هیچ وجه به ایران سفر نکنید، چون ایران رو یک کشور پرخطر اعلام کرد به دلیل گروگانگیری. خب خیلی از ایرانی هایی که قبلا بدون مشکل به ایران سفر میکردن این هشدار رو جدی گرفتن و به ایران سفر نکردن، اما خب دلشون میخواست خانواده های خودشون رو ببینن، دیدار تازه کنن. خیلی ها که اینجا هستن پدر و مادرهای مسنی دارن، خیلی ها از پدر و مادرهاشون مریضن و دوست دارن دیدار تازه کنن، و اینها به گفته خودشون اگه بخوان در یک کشور سوم که اکثرا هم در طی 1 سال گذشته این کارو کردن دیدار کنن، هزینه های خیلی بالایی براشون داره. حالا امسال مشکلات دیگه ای هم اضافه شده. خیلی ها 2-3-4 سال ازدواج کردن، میخوان همسر خودشون از ایران به سوئد بیارن، اونها هم دوچار مشکل شدن. اما مشکلی که امسال اضافه شده دانشجو هستن. خیلی از دانشجوها ویزاشون توسط اداره مهاجرت سوئد صادر نشده. خیلی ها پول های بسیار بالایی پرداخت کردن و دانشگاه و اداره مهاجرت در واقع هماهنگی با هم نداشته، و اگر ویزاشون صادر نشه و در کشور سوئد سر کلاساشون حاضر نشن، پولشون هم به اونها برگردونده نخواهد شد. امروز خب اینجا جمع شدن و اعتراض به این موضوعات داشتن، نامه‌ای رو به پارلمان دادن، قرار فردا در پارلمان سوئد جلسه ای در همین رابطه برگزار بشه. اما سیما، میخوام از یکی از شرکت کننده آقای کشاورز که هنرمند ایرانی ساکن استکهلم هستن ازشون بپرسم درخواست اصلیتون آقای کشاورز، شما خودتون چه مشکلاتی رو مشاهده کردید این صادر نکردن در واقع ویزا توسط سفارت سوئد؟ سلام، من حرفای شما رو شنیدم، برای اینکه حرف تکراری نزنم، ببینید فقط هم بحث دیدار صرف نیست. مثلا بعضی از خانواده ها اینجا، مثلا فرض کنید تازه بچه دار شدن، یا مثلا یه خانومی هست و از هم میخواد بکنه، میخواد مادرش پیشش باشه، این حق طبیعیشه، طبیعیه که مادرش حتما باید بیاد اینجا. دیگه کشور سوم و اینا معنی پیدا نمیکنه. حتی به این موارد هم در خیلی از موارد ویزا داده نشده، واسه همین به نظرم یه حق طبیعی هر آدمیه، فارغ از اینکه ایرانی باشه یا نباشه، که بتونه خانواده‌اش رو دعوت کنه ببینتش، و این توی قانون دیده شده، باید به قانون عمل بشه. چند سال شما ساکن سوئدید؟ من 15 سال. خب تو این 15 سال شما به ایران سفر کردید، یا احیانا خانواده‌تون رو دعوت کردید، به مشکلی برخوردید؟ فکر میکنید این سالهای اخیر، این تنشا که به وجود اومده، موجب این در واقع صدور نکردن ویزا شده؟ ببینید اگه راستش رو بخواید، به نظرم خیلی سلیقه، یعنی اون افسری که اونجا نشسته، من فکر میکنم که خیلی سلیقه عمل میکنه، فارغ از این که اصلا توی پرونده چی هست. من خیلی از مواردی رو میشناسم از دوستانم که اصلا پرونده خونده نشده، یعنی ایراداتی به پرونده گرفتن که اصلا واقعیت نداره. من همین با چند تا از بچه‌ها صحبت می‌کردم، کیسای مختلفو میشنیدم، بعضیش واقعا مضحکه، یعنی یک دفعه اون پرونده رو نخونده بعد ریجکت کنه، همجوری سلیقه‌ای، و به بعضیا میدن به خیلیا نمیدن. برای خودم هم پیش اومده، هم برای مامانم ویزا گرفتم، هم بعضی وقتا ردش کردم، ولی واقعا نمیدونم چی میشه میدن چی میشه نمیدن، هیچ قانونی نداره، شانسیه.
خب این یکی از مشکلات بود. خیلی ها امروز اینجا پلاکارتایی رو در دست داشتن و خواسته اصلیشون اینه که صدور ویزا برای بستگانشون خیلی راحت تر بشه و این رو حق طبیعی خودشون و حق شهروندیشون میدونن که به عنوان یک دوتابعیتی در سوئد در حال زندگی کردن است. ممنون است. همکارمون مهران عباسیان که از سوئد با ما بودیم.